به نام آن که در بدایت بدایت همه چیز و در نهایت نهایت همه چیز اوست. ای خدای پاک و بی انباز و یار، دستگیر و جرم ما را درگذار. یاد ده ما را سخنهای رقیق، کان به رحم آرد تو را ای خوش رفیق. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیرها زسرار توست. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان و سروران گرامی و تبریک دارم و عرض تبریک دارم خدمت همه حضار محترم نسبت به وقوع این ایام، ایامی که یلدای ماست و ایامی که مصادف است با میلاد حضرت مسیح عیسی ابن مریم. همانطوری که همه عزیزان استحضار دارند، جشن کریسمس ابتداعاً در روم قدیم قبل از آنی که مسیحیت رسمی شود به صورت یک دین و آیین رسمی، و همینطور در ایران باستان به مناسبت تولد خورشید و نوزایی خورشید جشن گرفته میشد. در ایران باستان، در روم قدیم، چون این ایام، یعنی همون ایامی که از شب یلدا آغاز می شود، زمان طلوع مجدد خورشید و غلبه بر نور است. خود مسیح هم از جنس نور است و تمام عالم نور است. انبیاء الهی نورند، حکیمان نورند، کتابهای آسمانی نورند و خود خداوند نور است. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح. خدا نور آسمان و زمین است که ما بحثمون در نور نیست. اما اگر ما دقتی داشته باشیم در این نوری که گفته می شود که این جشن کریسمس جشن نور است، میلاد مسیح میلاد نور است، تجلی و گستره این نور که همه عالم را فرا گرفته همان رحمت و عشق الهی است. و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیز را فرا گرفته است. امیرالمؤمنین در دعای کمیل دارد و به رحمت کلتی وسعت کل شیء، رحمت خدا همه جا را فرا گرفته. و این رحمت همان وجود مطلق است، همان وجود حق است، وجود خداست که همه عالم را پر کرده. لا اله الا الله، لا مؤثر فی الوجود الا الله. و ما از این رحمت گسترده عشق را انتزاع می کنیم. موضوع سخنرانی امشب من عشق مسیحایی است. شما می دانید بعد از موضوع خدا و انسان، گسترده ترین مفهوم در فرهنگ بشری مفهوم عشق است. و عشق ابعاد مختلفی دارد، از عشق به خود، عشق به انسانها، عشق به طبیعت، عشق به خداوند، عشق به فرزند، عشق به همسر، عشق به وطن، عشق به عدالت، عشق به آزادی، عشق به آرمانهای انسانی. آنچنان این مفهوم گسترده است که در یک احصایی که در یکی از سخنرانی ها من داشتم میتوانیم اعلام کنیم که 28 نوع عشق در عالم در فرهنگ بشری مورد توجه حکیمان است. اما از اونجایی که ما میگیم عشق گسترده ترین مفهوم است، مظلوم ترین مفهوم هم در عالم انسانی و غریب ترین مفهوم هم در عالم انسانی مفهوم عشق است. خب بحثی که من دارم، بعضی از قسمت های این بحث رو در بعضی از کلاس ها اشاره کردم، اما نمیخوام که تمام مباحث عشق رو اینجا بیان کنم. اولین نکته‌ای که در مبحث عشق مطرح است، من به دو تا نکته فقط میخوام اشاره کنم. یکی اشاره به تعریف عشق و دیگری مسئله
انواع و مراتب عشق و اینکه عشق مسیحایی، عشقی که در مسیح خلاصه می شود و مسیح را عشق کرده و متصل به عشق کرده، چه نوع عشقی هست. در مورد تعریف عشق، همانطوری که می دانید تعریفی نمی توانیم این کیفیت را تعریف بکنیم. خیلی از مفاهیم هم که ما اونها رو می فهمیم، اونها رو درک می کنیم، ولی نمی تونیم اونها رو تعریف بکنیم، چون از یک جهت اینها به لایتناهی وصلن. مفهوم لایتناهی را نمیتوان تعریف کرد. وجود تعریفی ندارد، خود وجود را شما نمیتونید تعریف بکنید. بنابراین گفتن در تعریف عشق، اون کسانی که میخوان عشق رو تعریف کنن، یا عاشقند یا فارغند. اگر عاشقند، آنچنان هیمنه عشق اونها رو دچار حیرت و بهت میکند که نمیتونن عشق رو تعریف کنن، و اگر هم که فارغن، اصلا عشق رو درک نکردن که بتونن عشق را بیان بکنن. عشق کشفیست، کشکی نیست. عشق یافتنیست، بافتنی نیست. از مولانا من شروع میکنم. مولانا میگوید در نگنجد عشق در گفت و شنود. با وجود لفظی نمیتوانیم عشق را بیان بکنیم. عشق دریاییست، قعرش بله، در نگنجد عشق در گفت و شنید. عشق دریایی است، قعرش ناپدید. یک عشق یک دریاست، گستردگی دارد. قطره های بحر را نتوان شمرد. شما میتونید برید یک دریا رو، مثل این دریا رو، قطره هاش رو بشمارید؟ عاجزید. مولانا میگه همین دریا، این دریا رو شما نمیتونید قطره هاش رو بشمارید. حالا هفت دریا، که این هفت دریا هم یکی از اون، عرض کنم، عجایب خلقت است. هفت دریا در برابر دریای عشق ناچیز است. مولانا میگوید عشق دریایی است، قعرش ناپدید. قطره های بحر را نتوان شمرد. هفت دریا پیش آن بحر است خرد. هفت دریا در برابر بحر عشق خرد است. در داستان پادشاه و کنیزک میگوید هرچه گویم عشق را و شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. عشق بی زبان یعنی عشقی که من با علم حضوری حسش میکنم، با علم حضوری درک میکنم. قبلا هم من عرض کردم یه علم حصولی داریم، یه علم حضوری داریم. علم حصولی با واسطه است، اما علم حضوری دریافت مستقیمه. شما ممکنه بگید دندان درد، آقا معناش چیه؟ شما بفرمایید که دندان ما درد میگیره چیه؟ با علم حصولی شما هزار صفحه کتاب بنویسید که دندان درد اینه، شما نمیتونید حس بکنید دندان درد چیه، مگر زمانی که دندان خودتون درد بگیره یک شب، اون موقع به علم حضوری او رو درک کردید. یعنی خود وجود دندان درد با شما اتحاد پیدا میکنه، اتحاد وجودی انسان پیدا میکنه. گاهی انسان مفهومی رو فقط شنیده و اون مفهوم رو فقط گفتگو کرده. اینا دیگه روشن است. میفرماید که چون قلم اندر نوشتن میشتاف، چون به عشق آمد قلم بر خود شکاف. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت. یعنی این عقل نظری تاجر پیشه محدود ما، که هر چیزی که این عقل بخواد درک بکنه باید محدود باشه تا بتونه درک بکنه. ما نمیتوانیم حقایق لایتناهی رو بیاریم در قالب عقل. از این جهت میگن اصلا خدا قابل درک نیست، برای اینکه هر چرا که شما درک بکنید در مورد خدا مخلوق ذهن شماست. برای این عقل نمیتواند محدودیت رو باید درک بکنه، و عشق لایتناهی است. بله، عقل در شرحش چو خر در گل بخفت. شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. آفتاب آمد دلیل آفتاب. شما دیگه وقتی آفتاب هست دیگه دنبال آفتاب نمیگردی، دلیل نمیاری بر آفتاب. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متا. در اون غزل بسیار زیبایی که مولانا در دیوان شمس دارد، این غزل رو بنده قبلا شرحشو گفتم، یه نگاه بکنید به این غزل برسید، ببینید به این تعریف عشق میرسیم یا نه. مولانا در یک مکاشفه قبل از اینکه اون مکاشفه رو توضیح بده میگوید من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو.
غلام یعنی بنده، و بنده یعنی انسانی که اختیار ندارد. آزادی خودم رو از دست دادم. شما در برابر هر چیزی که آزادیتون از دست بدید، بنده او هستید. من غلام قمرم. قمر سیمبل کماله، چون ماه شب 14 رو میگن قمر دیگه، ماه شب اول نمیگن قمر، و این سمبل نور و روشنایی، همون نوری که گفتم، این نوری است که کامل شده. بنابراین میگه من به این متناهی ها و محدود ها نمیتونم دل بدم، من فقط دل میدم به اون قمر. حالا من غلام قمرم، حالا که غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو پیش من جز سخن شمع. و باز شمع روشنایی است، شمع و شکر اون انرژیه که از این قمر من میگیرم. شمع و شکر هیچ مگو، سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو. یعنی ما دو تا دعوا داریم، دعوای بین رنج و گنج. گنج اون شخصیت عرض میکنم که فانکشنال ماست، اون شخصیت مؤثر ماست، اون شخصیتی که فاعلیت دارد، اون شخصیت حقیقی. و رنج اون شخصیت سایکولوژی ماست، شخصیت روانی ماست، اون ذهن ماست. میگوید سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو، و از این بیخبری رنج مبر. هیچ مگو، هیچ مگو، به سکوت ما رو دعوت کن. حالا مولانا اینجا میگه دوش دیوانه شدم. این دوشی که در اینجا مولانا میگوید دوش دیوانه شدم، اشاره به چیه؟ اشاره به این است که عرفا مکاشفاتشون در شب واقع میشد. میفرماید در یک مکاشفه من واقع شدم، دوش دیوانه شدم، یعنی از این مرتبه عقل نظری من خارج شدم، عشق مرا دید و بگفت. یعنی مولانا میگه من عشق رو دیدم، عشق محقق شد، عشق ممثل شد. مگه عشق میتونه بیاد؟ عشق بیاد اینجا الان از این در اینجا بیاد تو بگه من عشقم، من آمدم، من عشق هستم؟ نه، این عشق خود حضرت حق است، این وصف با خود حق یکی شده است. دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگفت، آمدم نعره مزن، جامه مدر، هیچ مگو. خب اینجا جلوه کرده، حضرت حق بر او جلوه کرده است، یه همون عشقه. وقتی مولانا میگه حضرت عشق، یعنی حضرت حق، چون مولانا عشق را وصف خدا میداند، چون خدا در قرآن میگه یحبهم و یحبونه، اونها منو دوست دارن، من هم اونها رو دوست دارم. ها، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. ولی مولانا میگه ترس از صفات خدا نیست، انسان خائف باشد یا انسان عاشق باشد، میگه عشق از صفات خداست، چون این عشق لایتناهی است. اصلا خود حضرت حق را نامشو میگه عشق. آمدم نعره مزن، جامه مدر، هیچ مگو. گفتم ای عشق، من از چیز دیگر میترسم، من از چیزهای دیگه میترسم، از این عشق نمیترسم. اون چیزهای دیگه چیه؟ اون چیزهای دیگه دردهایی است که من دارم، یعنی از حسدم میترسم، از نفاقم میترسم، از خیانتم میترسم، از خودشیفتگی خودم میترسم، از همه این محدودیت ها میترسم. گفتم ای عشق، من از چیز دیگر میترسم. گفت آن چیز دیگر نیست دیگر، یعنی وقتی من اومدم دیگه اونا میره کنار. گفت آن چیز دیگر نیست دیگر، هیچ مگو. حالا که من آمدم، یعنی عشق آمده، نتیجه این عشق این است که تو به حکمت میرسی. من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، یعنی تو با این عشق به راز میرسی، به سر میرسی. سر به جنبان، هیچ حرفم نزن، سر به جنبان، یعنی تسلیم بشو که بلی جز که به سر هیچ مگو. حالا مولانا میگه قمری، یک ماهی، جان صفتی در ره دل پیدا شد، در ره دل چه لطیف است سفر، هیچ مگو. باز این سفر، سفر باطنی است، سفر روحانی است. گفتم ای دل چه مه است این دل، گفتم ای دل چه مه است این. من با خودم حرف زدم که این چیه که بر من ظهور پیدا کرده، این ماهی که بر من ظهور کرده، این قمری که نامش عشق است. دل اشارت میکرد، حقیقت من و روح من اشارت میکرد که نه اندازه توست این، بگذر هیچ مگو. این اندازه تو نیست، این از تو خیلی بزرگتر است. گفتم این روی فرشته است عجب. این عجب در زبان مولانا یعنی آیا، یعنی چون ترکی در ترکیه بوده، ترکا وقتی میخوام بگن آیا میگن آجابا، این همون آجابای ترکی است. گفتم این روی فرشته است عجب، یعنی آیا، یا بشر است
گفت این غیر فرشته است و بشر، هیچ مگو. اینها رو داره توصیف میکنه، توصیف عشق است. گفتم این چیست؟ بگو زیر و زبر خواهم شد. گفت میباش چنین زیر و زبر، هیچ مگو ای نشسته تو در این خانه پر نقش و خیال. یعنی تو رفتی در این خانه جسمت که پر از نقش و خیال، تمام نقش ها و خیال ها تو رو گرفته، تو فکر میکنی عشق این نقش ها و خیال هاست. خیز از این خانه برو، از این خانه برو، رخت ببر، هیچ مگو. گفتم ای دل پدری کن، نه که این وصف خداست، یعنی واقعا تو خدایی این عشق رو داره میگه. گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو. منظور تعمق در این غزل، فرو رفتن در این غزل نشون میده که مولانا میگه عشق رو من ملاقات کردم، عشق رو نمیشه بیان کرد، باید با این دریا متصل شد، دریایی شد تا عشق را ما بتوانیم تعریف کنیم. بنابراین بشر عاجز است، همطور که مولانا گفت در وصف نمی گنجد. اما اون بحثی که من میخوام منتهی کنم به حضرت عیسی این هستش که خب ما میبینیم که انواع و اقسام عشق وجود دارد، از عشق به قضا و عشق به وطن و عشق به همسر و عشق به خدا و اینا. احصاء اینها خیلی مشکله، که من عرض کردم 28 نوع عشق وجود داره. اما کلا اگر ما بخوایم در نظر بگیریم، برای عشق میتونیم تقسیماتی قائل بشیم. یه تقسیم اینه که ما بیایم بگیم که هر انسانی در حالت بهنجار آگاهی، مثل الان که شما اینجا نشستید، هر انسانی در حالت بهنجار، ما دو تا حالت داریم، حالت بهنجار، حالت غیر بهنجار. در حالت بهنجار یعنی حالت که شما خواب نیستید، خفته نیستید، مست نیستید، مست لایعقل نیستید. در این حالت انسان حداقل با چهار چیز، با یکی از این چهار چیز ارتباط داره، یا ارتباط با خود، یا ارتباط با انسان‌های دیگه، یا ارتباط با طبیعت، یا ارتباط با خدا. پس میتونیم بگیم عشق به خود، عشق به انسان‌ها، عشق به طبیعت، عشق به خدا. خب این یه تقسیم. اما یه تقسیم اینطوری کردن، عشق سه قسم تقسیم میشه. عشق الهی، همون که میگن خدا عاشق است. اصلا این خدا عاشق است چه معنایی دارد؟ خب یه معنایی است، یه بحثی است که در به هر حال این که خدا محب است، خدا دوست دارد، ان الله يحب، این که دیگه قبول داریم، خدا توابین را دوست دارد، خدا پاکان را دوست دارد، ان الله يحب التوابین. این عشق الهی. دوم عشق کیهانی، یه عشقی هم داریم به نام عشق کیهانی. غیر از حافظ، بسیاری از حکیمان و عرفا معتقدند به این که عشق در تمام هستی جاری و سریان دارد. حتی جماد عاشق میشه، نبات عاشق میشه، حیوان عاشق میشه. یعنی چی نبات؟ یعنی این سنگ هم عاشق میشه. این عشق یه مفهوم بسیار کلیه، یعنی هر موجودی که در حرکت است، در این حرکت حبی، در این مرتبه پایین میخواد بیاد در این مرتبه بالا. این رو بهش میگن حرکت حبی و عشق. عشق کیهانی، نگاه کنید مولانا میگه که اینو، البته حافظ میگه فرشته نداند عشق چیست، فرشته عشق رو نمیفهمه چیه. منظور حافظ عشق انسانیه، نه عشق کیهانی. مولانا در این غزل نگاه کنید، در این اشعار، گرگ و خرس و شیر داند عشق چیست. مولانا میگه گرگ هم میدونه عشق چیه، شیر هم میدونه عشق چیه. کم ز سگ باشد که از عشق او عمیست. عمی یعنی کور. اون کسی که کور از عشق، اون کمتر از سگه، چون سگ حس عشقیابی داره. از کجا میگی؟ مولانا میگه که سگ اصحاب کهف چرا پی اصحاب کهف رفت و خدا او رو جزو انسانها قلم دادش کرد؟ ها، سگ اصحاب کهف روزی چند پی مردم گرفت و مردم شد. میگه یه رگی در این سگ هست به نام رگ عشقیاب. چون این رگ اینو، خلاصه چجوری بگم براتون، این ورشتاش بردش از کنم به سمت این عاشقان، سگ عشق رو حس کرد. سگ های دیگه هم همینطورن، منتها برای شما مشهور نیستن. اینو مولانا میگه، میگه عرض میکنم که گر رگ عشقی نبودی کلب را، اگه رگ عشقی تو سگ نبود، کی بجستی کلب کهفی قلب را. کلب کهفی یعنی اصحاب کهف قلب رو فهمیدن، دنبال اینا رفت اون سگه. هم ز جنس او، از جنس اون سگ اصحاب کهف، به صورت چون سگان، گر نشد مشهور، هستن در جهان، اگه مشهورم نیستن ولی هستن. پس سگ هم عاشق میشه، گربه هم عاشق میشه، مگس هم عاشق میشه، عرض کنم که زنبور هم عاشق میشه، همه اینا. این از نظر اینا، این رو عشق میگن، عشق کیهانی. بعضیا میگن ما نمیفهمیم اینو، یعنی چی که این کوه هم عاشق است؟
پیغمبر فرمود این کوهی است که احبه و یحبنی، من او رو دوست دارم او هم مرا دوست دارد. من او رو دوست دارم، خب شما میتونی بگی من این استنلی پارک رو دوست دارم، اما دیگه استنلی پارک منو دوست داره؟ این یه خورده با عقل من و شما نمیسازه، ولی در عشق کیهانی این مسئله مطرح میشه. اما اون چیزی که امشب مورد بحث من هست عشق انسانی هست، یعنی عشقی که بین انسانها برقرار میشود. خب این تقسیماتی دارد، از این جمله بنده اینجا اشاره کردم به اینکه انواع عشق انسانی رو براتون آوردم، مثل عشق اروتیک، حالا بحث میکنم راجع به عشق اروتیک، یعنی عشق مدل افلاطونی، عشق فیلیا یعنی عشق نیکخواهی، عشق فیلیا بازم این مدل ارسطویی است، یا عشق میان زن و مرد، اون جاذبه هایی که بین زن و مرد وجود دارد، خلاصه اون نگاه عشق در نگاه اول و خلاصه عاشق شدم و از این بدبختی ها بیچارگی ها. چهارم عشق رومانتیک، یعنی عشقی که عاشق عاشق عشق است، یعنی مرتبا این عرض کنم که دکتراهای خاطرخواهی میگیره، مرتب امسال خاطرخواهی اون میشه، فردا خاطرخواهی اون میشه، این عرض کنم مرتب، این اصلا به معشوق توجه نداره، من عاشق عشقم، دوست دارم عاشق بشم. پنجم عشق آرمانگرایانه، عشق به عدالت، عشق به آزادی، عشق به صلح، اینا هم عشقای آرمانگرایانه. و ششم عشق آگاپه، یعنی عشق بدون قید و شرط یا آگاپه، هیچ فرقی نمیکنه، با به زبان یونانی عرض میکنم که آگاپو یعنی همون آی لوف یو، آگاپو که میگه آگاپو این همون آی لوف یو هست، اگه میخواد بگه این عشق آگاپه. خب من از بین همه اینها شما رو اذیت نمی کنم، وقت شما رو نمی گیرم، به سه نوع عشق که چند وقت پیشم در یکی از جلساتی که اینجا برگزار شد اشاره به این سه عشق کردم، اما امشب مفصلتر من توضیح میدم. ما سه مدل عشق داریم، یعنی کلن در دنیا و در جهان، چه در فرهنگ غرب، یعنی فرهنگ غربی که ریشه در یونان و روم و مصر باستان دارد، اینو میگم فرهنگ غرب، و چه در فرهنگ شرق، یعنی فرهنگی که ریشه در چین، در عرض میکنم که هند و در ژاپن باستان دارد. در تمام این فرهنگ ها سه نوع عشق رو شناختم. اصلا دنیای غرب عشقی که میگه بر مبنای این سه تمثیل و سه مدل، اون سه مدل رو عرض میکنم تا مدل عشق مسیح از توی اینها در میاد. مدل اول رو میگن مدل افلاطونی. افلاطون کتابی دارد به نام سمپوزیوم، من اینو بارها عرض کردم، در این کتاب بحثی هست تحت عنوان عشق و بسیار بسیار این کتاب خواندنی است، حتما مراجعه بفرمایید. سمپوزیوم یا به نام مهمانی، یعنی اون شب نشینی که اینها داشتن در اونجا. مدل افلاطونی، مدل افلاطونی اسمش هست، اولین نوع عشق نامش هست عشق اروس. عشق اروس مدل افلاطونی است، عشقی است که متعلق اون جمال و زیبایی است، یعنی انسان اول باید زیبایی رو ببینه، عاشق اون زیبا بشه، از بدنهای زیبا شروع میشه. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، بعدش چی شد؟ ها عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، ای خودش آتش بگیری که این اومد آتش به همه عالم زد. خب این عشقی که اومد آتش به همه عالم زد، این متعلقش زیبایی است، یعنی در اینجا عشق اروتیک یعنی چی؟ عشق اروتیک یعنی میل به دیدار زیبایی حقیقی، اینو میگن عشق اروتیک. میل، اولا عشق از نوع میله، من میل دارم، میل به دیدار زیبایی حقیقی، من زیبایان رو میبینم و این زیبایی ها از بدن انسان ها آغاز میشه، از صورت انسان ها آغاز میشه، از چشم و چبرو، به چه چشم ابرویی، چه چانه‌ای، چه صورتی، چه قد و بالایی، از اینجا شروع میشه، بعد به زیبایی در جماد، حتی زیبایی در نبات، در گیاهان، و زیبایی در یک گل سرخ، زیبایی در یک درخت سرو، زیبایی در یک درخت کاج، و زیبایی در حیوانات. بعد انسان‌ها آرام آرام می‌بینن این زیبایی‌ها، نمیتونه اونها رو اقناع بکنه، توجه فرمودید؟ اینجاست که انسان‌ها میرن به سمت یه زیبایی که اون زیبایی حقیقی است، در برابر این زیبایی‌های مجازی. چند تا نکته در برابر این عشق اروس من براتون عرض کنم. اولا این که ما از یک جسم یا بدن انسانی عبور می‌کنیم و میرسیم به اون زیبایی حقیقی، این رو افلاطون اسمش رو می‌ذاره ایده یا مدل، اسم خدا نمیگه، ولی خب حالا ما وقتی که دینی هستیم میایم میگیم این خداست، یعنی اون زیبایی مطلق یا اون زیبایی حقیقی، چون این زیبایی ها زیبایی های مجازی هستن،
این زیبایی های مجازی بقایی ندارن، دوامی ندارن، انسان میرد به سمت اون زیبایی حقیقی. این مطلب اول. مطلب دوم این که هر شیء زیبایی میگه من دعوتی دارم از عالم بالا. اگر شما در من جلوه‌ای میبینید، مثل مثلا اگر جلوه خورشید بر دیوار افتاده، دیوار میگه که نگاه نکن به من، من اگر الان روشنم ساعت 4:30 بعد از ظهر این دیگه تاریک میشه. من تو رو دعوتت میکنم، اگه میخوای این نور حقیقی رو درک بکنی برو به سمت خورشید، مبادا عاشق من بشی. اگه عاشق منم شدی به خاطر این نوره. تمام زیبارویان عالم ما رو دعوت میکنن به سوی اون زیبایی حقیقی. مطلب سوم این که افلاطون میگه این زیبارویان به ما وعده میدن که ما شما رو پر میکنیم، ما شما رو ارضا میکنیم، ما شما رو اقناع میکنیم، اما به وعدهشون عمل نمیکنن. اینها نمیتونن ما رو پر کنن. وقتی به خاطر همین که انسان عاشق این که شد، وقتی بهش رسید ازش زده میشه. انسان طالب چیزی است که ندارد. بعد از یه مدتی میگه بعد عوضش کنیم، همونطوری که کفشمو عوض میکنم این معشوقم بعد عوض بشه. بنابراین بعد تغییر پیدا کنه، همینطور این بعد تغییر پیدا کنه به خاطر اینکه اینها وفا نمیکنن. چهارم این که اگر از نظر افلاطون این زیبارویان میخوان ما رو برسونن به اون زیبای حقیقی که مولانا میگه عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است، المجازو یعنی مجاز، زیبایی های مجازی، قنطرت الحقیقه، اینا پلی به سوی چیه؟ به سوی حقیقت است. اگه اینطور باشه یک بی‌اعتنایی نسبت به معشوق اینجا صورت میگیره. آقای افلاطون چرا؟ برای اینکه دیگه این معشوق برای من مهم نیست، من میخوام از طریق این برسم به چی؟ به زیبایی حقیقی. بنابراین برای من دیگه فرقی نمیکنه با این معشوق باشم یا با اون معشوق باشم یا با اون معشوق باشم، چون اینها میخوان منو به اون زیبایی حقیقی برسونن. شما وقتی که میری تو بانک ون سیتی یا میری تو بانک از کنم که رویال بانک، شما میگید که من عاشق این بانکم، ممکنه شما عاشق یه نه شما بانک برای چی میری؟ برای اینکه پول بگیری. برات فرقی میکنه که حالا بانک وست ونکوور بری یا نورت ونکوور بری یا دانتون بری؟ هیچ فرقی برای شما نمیکنه که، ها، چون شما میخوای پول بگیری. بنابراین ما میخوایم به اون زیبایی حقیقی برسیم، این فقط مقدمه است. حالا که مقدمه است، چه من نمیدونم عاشق مایکل جاکسون بشم یا عاشق نمیدونم جنیفر لوفز بشم یا عاشق نمیدونم جولیا آنجلیا بشم، هر چی عاشق هر چی بشم، اینها چی بود اشتباه گفتم اسمشو، بله بله آنجلیا جولی، بله، عاشق هر کدوم از این اینها بشم، من میخوام از این جمال خانم جنیفر لوفز برسن به اون جنیفر لوفز حقیقی. این جنیفر لوفز مجازی منو میرسونه به اون حقیقت. بنابراین من بی‌اعتنایی به این باب، حالا این نبود یکی دیگه، این نتیجه این تفکر است. پنجم این که در اینجا این زیبایی، زیبایی فقط مختص به انسان ها نیست، یعنی توی مدل افلاطونی این مدل رو در سمپوزیوم بحث میکنه افلاطون. یه مدلی هم باز افلاطون تو سمپوزیوم آورده به نام ارواح پنهان، که معتقد است به این که انسان ها توپ‌هایی بودن کامل در اندیشه یونانی، بعد خدایان گفتن این آدما که به صورت توپ کاملن، 8 پا دارن، 8 دست دارن، خطرناک میشن. تو اسطوره های یونان آمده. پس اینا رو از وسط نصف کنیم، هر نصفی از اینا رو به یه گوشه ای انداخت. انسان ها نیمه پنهان دارن و دنبال نیمه پنهانشون میگردن. وقتی اون نیمه پنهان رو من پیدا کردم، با او اتحاد پیدا میکنم. این عشق رو بهش میگن عشق اروتیک. این قسم اول. قسم دوم عشقی است که از او تعبیر میکنن به نام فیلیا. توجه بفرمایید، فیلیا در زبان یونانی، میدونید که فیلیا یعنی چی؟ فیلیا اصلا فیلا یعنی دوست داشتن، فیلا سوفیا، سوفیا یعنی چی؟ یعنی دانش. فیلا سوفیا یعنی دوستار دانش. فیل سوف یعنی دوستار دانش. وقتی میگن این نفر فیلسوف، فیلسوف البته، فیلسوف یا فیلسوفی یعنی فیلسوف یعنی دوستار دانش. حالا این فیلا یعنی عشقی است که با عشق اروس فرق، عشق اروس من دنبال زیبایی هستم، هر جا که چشم ابرو زیبایی باشه، اندام زیبایی باشه، هر چیزی که زیبا باشد منو جذب میکنه، اگه این زشت بود دیگه به درد من نمیخوره. این عشق اروتیک است. اما در عشق فیلیا، عشق اروتیک چی بود؟ میل به دیدار زیبایی حقیقی. اما عشق فیلیا یعنی عشقی که تعریفش اینه، خواستن چیزهای خوب
برای کسی و فقط هم برای اون کس. وقتی من خاطر خواه این کس شدم، خاطر او را میخواهم، بنابراین من چیزهای خوبی رو به او میدم. یه وقتی هست که من به شما فضیلتی میدم یا نفعی به شما میدم، انتظار دارم که شما اون نفع رو به من برگردونی. اما یه وقتی هست که من تمام عشقم این است که میدهم، در اینجا که میدهم این فیلیا این است که دوست دارم که این رو بدم. حالا این که میخواد بده چیه؟ این چیزایی که میخواد بده سه چیزه: یا من که خاطر خواهشم نفعی رو به او میدم، یا من که خاطر خواهشم لذتی رو به او میدم، یا من که خاطر خواهشم فضیلتی رو به او میدم. من این آدم رو دوست دارم، میخوام فضیلتی به او بدم. این آدم دروغگوه، میخوام راستگوش کنم. اینو میش میگن عشق فیدیا، دوست دارم این راستگو بشه. این عشق همون دوستیه، همون طرفداریه که میگن عشق فیلیا. این عشق فیلیا ممکن است که دو طرفه باشد، ممکن است یک طرفه باشد. یعنی همین حسو شما ممکن است نسبت به من داشته باشید، ممکن است من نسبت به شما همین حسو داشته باشم، شما هم داشته باشید. ممکن است نه، فقط من این حسو نسبت به شما داشته باشم. یعنی برابر نباشد. من بخوام به شما نفعی برسونم، شما هم بخواید به من نفعی برسونید، اشکال نداره. یا یعنی دوستی بر اساس منفعته. یا من به شما لذتی میدم، شما هم میخواید به من لذتی بدید. یا من به شما فضیلتی میدم، شما هم میخواید به من فضیلتی بدید. یا اصلا نه، یک طرف است. این رو هم بهش میگن عشق فیلیا. این عشق فیلیا رو آدما میتونن نسبت به خودشون هم داشته باشن. چون اول آدم باید خودش رو دوست داشته باشه تا بتونه دیگران رو دوست داشته باشه. من بتونم به خودم فضیلتی بدم، به خودم نفعی بدم، به خودم لذتی بدم. این هم عشق دوم. اما عشق سوم که عشق مسیحی از این عشق است، یعنی عشق حضرت مسیح، این عشق سومه. عشق آگاپه که میگن عشق خدا به انسان هم عشق آگاپه است. آگاپه یا آگاپه هیچ فرقی نمیکنه. این عشق آگاپه عبارت است از عشقی که در اون عشق شما دهش دارید، بخشش دارید، احسان دارید، ایثار دارید، در یک قمار بازی عاشقانه میدهید بدون اینکه پس بگیرید. و نه تنها پس نمیگیرید، بلکه امید پس گرفتن هم ندارید، انتظار پس گرفتن هم ندارید، پیشبینی پس گرفتن هم اینجا وجود ندارد. من منتظر هیچ واکنشی در نمیدونم یهودی، مسلمون، شیعه، سنی، هیتلر، کیه، هر کی است، خدا میدهد، میدهد حق هستیش بی علتی، میسپارد باز بی علت فتی. اینم میگه فتی یعنی جوان مرد، که فتوت دادن بی علت است. اگه دادی و بدون علت، پاک بازی خارج هر ملت است. مولانا میگه آدم ها اگه میخوان پاک باز باشن اینطوری، پاک بازی یعنی چی؟ ها؟ یعنی پاک ببازند. اینا با دین سازگار نیست. دین یعنی دین سطحی مصلحت جویانه که من و شما داریم، زان که ملت فضل جوید یا خلاص. اگه دنبال دین رفت، یا باید دنبال بهشت باشه، یا دنبال حورالعین، یا دنبال خلاص از جهنم. پاک بازانن قربانان خاص، نه خدا را امتحانی میکنن، نه در سود و زیان میکنن. پس این عشق بی پاسخ است. دوم، این عشق جامع است، یعنی جمیع انسانها رو شامل میشه. لازم نیست که این محبوب ویژگی خاصی داشته باشد، توجه داشته باشید. یعنی حتما نباید آدم خوبی باشه که شما دوستش داشته باشید. شما این میگید من این آدم رو دوستش دارم، میگید چرا؟ میگه انقدر این سر به زیره، من این آدم رو دوستش دارم، چرا؟ انقدر بخشند است. من میگه این آگاپه نیست. آگاپه اینی که دوستش داری، فقط دوستش داری. حضرت مسیح جمله‌ای داره که مسیحیان از این استفاده کردن، که در دین یهود، در آیین یهود میگه که شما به کسانی که به شما محبت میکنن محبت کنید، و کسانی که به شما احسان میکنن اونها رو از احسان خود محروم نکنید. حضرت مسیح میفرماید که شریعت درست میگوید، اما اگر شما به کسانی که به شما محبت میکنن محبت کنید و به کسانی که به شما احسان میکنن اونها رو از احسان خود محروم نکنید، که عجلی نبردید، شما هنری نکردید. باجگیران هم همین کار رو میکنن. شما باید حتی دشمنان خودتون رو هم دوست داشته باشید و بر لعنت کنندگان خودتون رحمت بفرستید و درود بفرستید و برای اونها دعا بکنید. این عشق، عشق آگاپه است. سوم، در این نوع از عشق انسانها از آن رو که انسانن ارزشمندن. یعنی ما نگاه نمی کنیم میگیم که این ارزشمنده برای اینکه نمیدونم متدینه، برای اینکه ایرانیه،
برای اینکه مسلمونه، برای اینکه یهودیه، برای نه، انسان ارزشمند است، کرامت ذاتی دارد. بنابراین چون کرامت ذاتی دارد، این عشق رو میپاچد به همه، این سرایت میکنه به همه انسانها. و چهارم اینکه این عشق مدام است، مدام دوام داره. چون در اون عشقهایی که گفتیم، وقتی که عرض میکنم خدمتون که آن پری چهل که دعوی خدایی میکرد، دیدمش ایش درآورده گدایی میکرد، وقتی که این جمال رفت، ها، نف رفت، این عشقی یه خورده همچی نیستش، ها، یه خورده همچی خشک میشه. اون موقعی که میخواد نام زدن و اینا، یک حالت های رومانتیکی با هم دارن، چه نامه هایی مینویسن، چه اشعاری برای هم میگن. شما بذار به همه 8 ماه بعد از ازدواج برو توی خونه، توی آشپزخونه، ببین چه خبره، خانم در چاه، آقا در چاه حاله. حالا اینها رو بنده ورود بهش نمی کنم. این عشق مدام، موقتی نیست. این عشق خودجوشه، این خیلی مهمه. خودجوشه. خودجوش یعنی چی؟ یعنی زمانی من عاشق میشم که یه انگیزه ای باشه. توجه فرمودی یا نه؟ ها، من اینجا نشستم و به قول شیرازی هم میگه ای یارم بیا، دلدارم بیا. توجه فرمودی یا نه؟ من اینجا بشینم بگم یارم بیا، دلدارم بیا، یه انگیزه هم باشه که من به سمت یارم برم. اما این میگه نه، این عشق آگاپه، خودت دنبال یار میگردی، یعنی میخوای بپاشی، مثل بارانی که میبارد. حضرت مسیح میرفت به دیدن فاحشه ها و هملس ها و باجگیرا و دزدا و اینا. توجه، این عشق آگاپه بود دیگه، این عشقی که او داشت آگاپه بود. من اینجا تفاوتاشو یه چند تا قلم زدم، نوشتم در آگاپه عطا اثر ایثار است، اما در غیر آگاپه زیاده طلب و مشتاق است. اگه میده یه چشم گوشی هم داره که خب فردا اگه من از شما تعریف میکنم، ها، توی مجلسی از شما شروع کنم تعریف کردن، تو ذهنم اینه که شما هم شروع کنید تعریف کردن، بله آقا ایشون استاد ما هستن، ایشون فلان، من از شما تعریف کنم، شما از من تعریف کنید. این آگاپه نیست. در آگاپه فردی که آگاپه داره همش میاد پایین، خاضعه، میاد به سمت اینها، میاد حضرت عیسی میره پیش هوملسا میشینه، میاد پایین. اما در غیر آگاپه هی میخواد بره بالا، این نردبان میخواد برای خودش درست بکنه. در آگاپه لطف خداوند است که کار میکند، یعنی عمل من نیست، اصلا عمل من هیچ استحقاقی ندارد. لطف اونه، به قول حافظ میگه، اول کشش عام خداوند است، بعد کوشش تکلیفی انسانه، بعد کشش خاص خداوند است، بعد کوشش عاشقانه انسان است. اینا به هم دیگه نسبت پیدا میکنن. در آگاپه لطف خداوند است، اما در غیر آگاپه میگه من کردم، من بودم که مبدا این که خدا منو دوست داره. در آگاپه عشق خودمحورانه است، خودمحورانه نیست، معذرت میخوام، در غیر آگاپه خودمحور است. در آگاپه زندگی او، آگاپه زندگی او، زندگی خداست، یعنی از خودش چیزی ندارد. در غیر آگاپه مرتب زندگی خود را میپاید. کدام زندگی؟ همون هویت کاذب. نگاه کنین مولانا چه میگه، بی غرض نبود به گردش در جهان، غیر جسم و غیر جان عاشقان. این غیر عشق آگاپه است، بی غرض نبود. میگه سلام روستایی چی؟ بی تمنیست. مولانا میگه بی غرض نبود به گردش در جهان، غیر جسم و غیر جان چی؟ عاشقان. من یه نکته ایرم بگم، و اون نکته این استش که ارسطو یک تقسیم بندی دیگه ای راجع به محبت داره، اینو سریع عرض میکنم. میگه که انسان ها که با هم دیگه رابطه دارن، 4 نوع که به این آگاپه میرسه، 4 نوع رابطه میتونن با هم دیگه داشته باشن. گاهی دوستی ها و رابطه هایی که داریم بر اساس منفعت است، دوستی های منفعت گرایانه و منفعت محورانه. یه منفعتی، منفعت در اونجا هستش، یا بفرمایید که عرض میکنم که لذتی هست، یا منفعت، اول منفعت، منفعت با لذت فرق میکنه. خب این دوستی به خاطر اینکه من یه منفعتی رو میخوام با شما دوست میشم، شما منفعت رو میتونید به من بدید، منم به شما یه منفعتی میدم. این دوستی رو میگه در دوران پیری بیشتر تحقق پیدا میکنه، چون اینا میخوان به هم دیگه برسن، تنها هستن، با هم دکتر برن، دردی دارن، مریضی دارن، اینها. این دوستی، دوستی است که بر اساس منفعت است. یعنی من واقعا اینم بد نیست، از نظر اخلاقی بد نیست، من با کسی دوست میشم برای اینکه یه منفعتی به من میرسونه، منم به اون یه منفعتی میرسونم. بعد این دوستی منفعت گرایان. دوم ارسطو میگه دوستی که در او اساس لذت است، یعنی من دنبال یه لذتی هم میبینم، با شما میتونم به اون لذت برسم، شما دنبال یه لذتی با من میتونی به اون لذت برسی. این لذت محور جوانان هستن،
اینا که با هم دیگه کلاب میرن یا مثلا نمیدونم رقص میرن یا موسیقی گوش میکنن، سینمایی میرن، این فقط میگه آقا من با این مثلا جواد یا با این کریم که میرم یا با این عرض کنم که فریبا که میرم خیلی خلاصه حال میکنم، یه لذتی دارم، اصلا لزومی نداره که این فریبا رو بشناسم چون باهاش میرم لذته دیگه. حالا همین که ما میریم میخونه من میزنم این همین، اصلا احتیاجی نیست که به عمق وجود این افراد من نفوذی داشته باشم. این عشق دوم، یعنی محبت دوم. بعد میگه محبت سوم محبت فضیلت خواهان است، یعنی من دنبال لذت و دنبال منفعت نیستم، من دنبال فضیلتم، من عاشق نیکی هستم، من دنبال فضیلتم و دنبال نیکی هستم. در هر کس نیکی باشه من با او دوست میشم و اون نیکی رو گسترش میدم. این محبت سوم لازمش اینه که من شخص رو بشناسم، من نقب بزنم به وجودش، او رو بشناسم که شما کی هستی، شخصیت چیه، نیکی، یک نیکی هایی داری، یک فضائلی داری. اینا میگن محبت، عرض میکنم که فضیلت گرایانه. اما نوع آخر که با این آگاپه یکی میشه محبت کریمانه. محبت کریمانه من دنبال فضیلت نیستم، بلکه من فضیلت رو میسازم، من فضیلت رو ایجاد میکنم، کریمم. کریمانه مثل محبتی که مادر به نوزاد داره، اون نوزاد نه قیافه‌ای داره ها، نه فضیلتی داره، نه کمالی داره، تمام وجود این مادر ایثار میشه برای اینکه فضیلت رو در او ایجاد بکنه. توجه فرمودید؟ محبت خداوند به انسان محبتی است که کریمان است. تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. مولانا در اینجا میگه از محبت تلخ ها چی شیرین شود، یعنی اینجا مولانا میخواد اینو بگه. مولانا میگه که من محبتی رو میگم که دنبال شیرین نیست، دنبال تلخه. سریال تلخ شیرین بود ها، این دنبال عرض میکنم شیرین نیست، دنبال چی است؟ تلخه. تلخو تبدیل بکنه به شیرین. از محبت مسها زرین شود، این دنبال زرین نمیگرده، دنبال مس میگرده که مسو تبدیل به زرین بکنه. به حضرت عیسی میگفتن چرا میری پیش فاحشه ها میشینی، میری پیش این هوملسا میشینی؟ حضرت عیسی میفرمودن که خب یک دکتر وقتی که توی شهری میره ها، بیشتر دوست داره با کیا باشه؟ با مریضا باشه، عشقشو به اون مریضا بده. توجه فرمودید؟ البته آگاپه نسبت به همه انسان هاست، ولی چون ما نمیتونیم به همه انسان ها که محبت بکنیم چون عمر ما محدوده، بنابراین در آگاپه هم میگن باید شما یه مقداری برید گزینش کنید، اول خودتون، بچه هاتون، خانوادتون، بعد همینطور گسترش پیدا میکنه. ولی بعضی ها میگن نه، اصلا گزینشی وجود ندارد. از محبت مسه ها زرین شود، از محبت درده ها صافی شود. درد همون عرض کنم که چیز تای شراب میشینه، درد ها صافی شود. از محبت درده ها شافی شود، دنبال موجود خلاصه کامل نمیگرده سالم، میره یک دردمند پیدا کنه، دردشو دوا کنه. از محبت مرده زنده می کنن، از محبت شاه بنده می کنن. این محبت هم نتیجه دانش است. مولانا میگه این محبت هم تازه نتیجه چیه؟ دانشه. چرا؟ در محبتی که منفعته یا در محبتی که لذته که دانش وجود نداره، شما فقط می دونید با این خوش بگذرونید، بعد که این لذت از بین رفت اون محبت هم از بین میره. این محبت هم نتیجه دانش است، کی گزافه بر چنین تختی نشست. خب عیسی مسیح سیمبول و به اصطلاح نمونه مجسم این آگاپه است، یعنی آگاپه داشت، آگاپه داشت، آگاپه داشت، همانطوری که خدا آگاپه داشت. و حکایت هایی که در مثنوی در چی در انجیل میاد، اونجایی که اون کارگرایی که میان کار میکنن، حضرت عیسی مزدی که به اونا میده اصلا بر اساس هر کی ببینه میگه این چه مزدیه بین اینا، استحقاق اینا در این حد مثلا باید روز 50 دلار بدی بهش میده 100 دلار. این 50 دلار اضافی که میده این آگاپه است. اگر من کفشمو دادم به یک پینه دوز، به یک کفاشی گفتم اینو بدوز، در برابر هر بخیه‌ای که اون میزند مثلا اومدم یه دلار دادم، این 10 تا بخیه زد 10 تا دلار گرفت، اما اومد گفت بزا به جای این 10 تا بخیه که 10 دلار گرفتم 5 تا دیگه اضافه بزنم که این کفش دوام بیشتری داشته باشه، اینو میگن عشق آگاپه. توجه، این میگن عشق آگاپه. اگه این باشه دنیا زنده خواهد شد و به همین دلیل است که خداوند در قرآن میگه که ما عیسی را و مادرش را آیه قرار
جعلنا ابن مریم و امه. حضرت عیسی رو به حضرت مریم معرفی میکنه، میگه ما این پسر مریم را و ام او را آیه قرار داد. این خیلی مهمه، توجه فرمودید، حضرت عیسی را. اولا این رو شما میدانید که حضرت عیسی کلمه خداوند است. شما میدانید که دو تا پیغمبرن در قرآن که اسمشون قبل از تولدشون معلوم بوده، یکی حضرت عیسی، یکی کی؟ حضرت یحیی. درسته؟ این قبل از اینکه متولد بشه اسم معین شده است. حالا مقاماتی دارد حضرت عیسی، من فقط به سه تاش اشاره میکنم. میخواستم بگم به سی تاش اما گفتم حالا به سه تاش من اشاره میکنم و شما رو به خدا میسپارم. اولین که خیلی نکته مهمیه که حضرت مسیح در قیامت مقام شهادت دارد. شهادت نه اون شهادتی که میگن در راه خدا کشته شده، نه اصلا اون نیست. مقام شهادت دارد. شهادت این که الان به شما زنگ میزنم میگن شما در خیابان مین استریت یا در خیابان مثلا مارین درایف گفتن شما اونجا شاهد بودید که تصادفی واقع شده، حالا باید بیای توی آی سی بی سی اونجا بیای چیکار بکنی؟ شهادت بدی. این شهادتی که میره اونجا میدی دو مرحله دارد. مرحله اول تحمل واقع است که واقعه رو دیدی، دوم میری میگی اون چیزی رو که دیدی. درست شد؟ حالا عیسی در قیامت که شاهد است باید ببیند اعمال امت خودش را ببیند. آیه‌ای هست در قرآن، فکیف اذا جئنا، چگونه است که اینا فکر میکنن زمانی که ما خدا من کل امت به شهیدن، ما از هر امتی یه شهید میاریم، یعنی یه گواهی که گواهی میده اینا چیکار کردن. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، به پیغمبر میفرماید که ما تو را شهید و شاهد قرار میدیم برای همه اینا، یعنی اون میشه پیغمبر، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. خب حالا دلیل بیاریم، دلیل قرآنی ها، یعنی با عقل قرآنی چگونه حضرت عیسی شاهد بر اعمال امت خیش است. در قرآن میدانید که خداوند دستبندی هایی کرده انسان ها رو، مثلا در سوره هم میگه گروه زالین، گروه مغضوبین، گروه انعمت علیهم، نعمت داده شده ها، غضب شده ها، گم شده ها. درسته؟ در سوره اذا وقعت الواقعه میگه چی؟ اصحاب شمال، اصحاب یمین و مقربین. درسته؟ سه دسته هستن. در جایی میگه که فجار، کسانی که پرده‌دری زیاد میکنن، ستم میکنن، و ابرار، کسانی که دنبال بر و نیکی هستن، و مقربین. مقربین بر همه اینها احاطه دارن. مقام مقربین مقام بالاست، مقام فنا است. از قالت الملائکه، زمانی که ملائکه گفتن یا مریم ان الله یبشرک بکلمت منه، خدا به تو بشارت میده به یک کلمه ای از جانب خودش. حضرت عیسی کلمت الله است. در مورد کلمت الله قبلا بحث کردم، الان وقتو نمیگیرم. منه اسمه المسیح، یعنی کسی که خدا تاچش کرده. مسیح یعنی مسح شده، مسح سر که میگیم، یعنی خدا اینو تاچش کرده. المسیح عیسی، خب مگه خدا ما رو تاچ نکرده؟ چرا؟ و نفخت فیه من روح، اما اون یه تاچ مخصوصیه. عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره، در دنیا و آخرت این خیلی با آبروست، و من المقربین، این از مقربین. حالا توجه بفرمایید، در عرض میکنم که آیه از آیات قرآن خدا میگه مقربین کیا هستن؟ فاما ان کان من المقربین، مقربین کیا هستن؟ بگی کیا هستن؟ روح و ریحان و جنت و نعیم. این مقربین خودشون بهشتن، خودشون روحن، خودشون ریحانن. روح یعنی شادی، روح یعنی عشق، روحن، اینا روحن. مقربین، خود بهشت رو میخوای ببینی، مقربین رو ببین. روحن و ریحانن و جنت و نعیم. خب حالا در یکی دیگه از آیات قرآن، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، خدا میگه کتاب ابرار در علیین است. کتاب ابرار یعنی چی؟ یعنی نامه اعمال. نامه اعمال یعنی نه نامه‌ای که اینطوری بنویسن نامه اعمال ما، بعد روز قیامت ما بریم و بعد بگیم خب حالا این نامه اعمال ما کجاست، و بعد بگن آقا اونها اون ساختمون اون ته اونجا اداره کارگزینی بهشت و جهنم، برید اونجا. شما باید بری اونجا و بعد بگی که من اومدم، از کجا اومدید؟ و من از منظومه شمسی اومدم. از کجا هستید شما؟ از عرض کنم که کره زمین بودم. بله. در کجا بودید؟ چون من در ایران متولد شدم، در قاره آسیا بودم، بعد اومدم کانادا. پرونده منو در بیارید، بعد نامه رو میدم. نه، نامه خودتی، از خودت هم نمیتونی فرار بکنی.
حالا این نامه رو من الان خبر دارم به نامه شما، آیا من میتونم باطن شما رو بخونم؟ نه، من نمیدونم در اون چه خبره، اما مقربین میتونن ببینن. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون. تو چه میدونی که علیین علیون چی هستش؟ کتاب مرقوم، کتابی که نوشته شده، وجود اینها یشهد هل مقربون، مقربون شاهد اون اعمال هستن، میبینن، بنابراین شهادت هم میدن. دومین خصوصیتی که برای این عشق خدا در قرآن گفته این هستش که این وقتی به اون عشق رسیده میگه که من در گوش تو نکات سر را خواهم گفت. آگاهی و علم به اسرار دارد حضرت عیسی، در قرآن هستش. و اونبئکم، حضرت عیسی به این مردم میگه من به شما خبر میدم، به ما تأکلون، تو خونه هاتون چی میخورید؟ و ما تدخرون فی بیوتکم، چه چیزایی تو خونه هاتون، تو گاوصندوقتون چیا پیران که من میگم؟ این اسرار را میدان. ان فی ذلک لآیه، همه اینا آیه است. لکم ان کنتم مؤمنین، در اینجا به خاطر همین یک سری رو حضرت عیسی افشا میکنن. و یکی از اسرار این است که و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله، من رسول خدا هستم، مصدق لما بین یدی من التورات، من تورات رو تایید میکنم، اما مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد، من بشارت میدهم به شما که بعد از من احمدی خواهد آمد، که در انجیلم از فارغلیت احمد موعود حضرت عیسی است. حضرت عیسی بشارت میده. من بشارت رو بگم، بشارت کجا شما بشارت میدی؟ انسان وقتی چیزی رو نداره باید بهش بشارت بدی دیگه، درسته یا نه؟ ها؟ مگه وقتی چیزی رو نیستش باید بهش بشارت بدی؟ نسبت به آینده حضرت عیسی بشارت میده، معلوم میشه که آینده بالاتر از این زمان حالی است که الان داره بشارت میده، و اینو بشارت نمیداد خب خودش بود دیگه. پس این است که ما میگیم که همانطوری که قرآن بر همه کتاب ها هیمنه دارد، اینجا بحث ماهیتی نیست، بحث هویتی نیست که بگیم ما مسلمان ها، نه خیر، ما نیست، ما داریم میگیم که چون که صد آمد نود هم پیش ماست. فلما جاءهم بالبینات، این پیامبر وقتی که میاد به اون بینات، اینا میگن اینا قصه است، اینا سحر است. سومین نکته ای که گفتم از اون سیتا چند تاشو بگم؟ سه تاشو. این سومی اینه که حضرت عیسی مبارکه، خیلی مهمه. مبارک یعنی خیری که دائم است، علت دوامه، دوام داره. توجه فرمودید. یه استادی بود، ما میرفتیم خدمتشون درس میخوندیم، خیلی پیر بودن. ایشون به زبان ساده خودش میگفت، منم یاد گرفتم، حالا منم میگم، شاید هم این استدلال پشتش نباشه. این میگفتش که خیلی چیزا در این عالم برکت داره، خیلی حقوقا برکت داره. یعنی شما همون حقوق 2000 دلار رو میگیری، منم همون 2000 دلار رو میگیرم، ولی شما با این 2000 دلار خیلی کارا میکنی، ولی من نمیتونم بکنم. برکت خیلی مهمه. بعضی آدما برکت دارن، بعضی از زمانها برکت دارن. بعد این استاد ما به ما میگفتش که سگا چند قلو میزان؟ ما میگفتیم 7 قلو. بعد میگفت سگا رو میکشن بخورن؟ گفتم نه بابا، ما گوشت سگ که نمیدیم میتونی بخورن. در استرالیا هست که سگ قصابی گوشت سگ دستور دادن، برای بعضیا که از بعضی کشورها میان گوشت سگ دوست دارن، قصابی درست شده. ولی اینطوری نیستش که دیگه همه جا ما بریم رستوران بگیم که آقا لطفاً یک، عرض کنم که بیف نباشه، لم نباشه، مثلا سگ باشه، نه دیگه. خب بعد میگم این سگا رو که نمیخورن، هفت قلو هم که میزان، ولی چرا گوسفند داره که این همه میخورن بیشتر از سگان؟ بعد اون میگه گوسفند برکت داره، چون واقعا گوسفند زیاده، این همه هم آدما گوسفند میخورن، ها، این همه آدما گوسفند میخورن، پس این برکت داره. برکت یعنی خیری که دوام دارد. در اون وقتی که حضرت عیسی، خود خدا هم تبارک، تبارک است، یعنی اصل برکت اون است، یکی از اسمای خدا تبارک است. حضرت عیسی در گهواره وقتی که میگوید انی عبدالله، من بنده خدا هستم. حالا وقتی میگه گهواره تو دنیای امروز نخندیم به این که آقا مگه میشه بچه هم تو گهواره حرف بزنه؟ خب بله، مگه میشه که کسی عصاشو بزنه آب دریا کنار بره؟ مگه میشه یه نفر 300 سال بخوابه بعد بیدار شه بیاد تو شهر پولشو بده بعد بگن که آقا این پول مال 300 سال پیش گنج به دست آوردی؟ مگه میشه؟ میشه، منتها این برای من و شما امکان وقوعی نداشته، و الا این امکان داره، علل و عوامل دیگری است، ما از اون علل و عوامل خبر نداریم. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام
خشکی می نمود. مولانا میگه یک مرتبه دیدم روغن بادوم میدن به این بخوره، اما خشک میشد. به جایی که روغن بادوم مسهل باشه، اینجا این خشک شده بود. خب از کجا اومده؟ این از اونجایی است که یه سری علل وجود داره در عالم، ما اون علل رو خبر نداریم، توی علوم تجربی که نمیتونیم به اون علل پی ببریم. شما نگاه کنید مکانیسم نظر، شما نظر میکنید کارت راه میفته، یه عللیه در عالم، ما نمیتونیم. اینا رازآلودن، اینا رازآلودن، ما نمیتونیم. آقا اثار میزنه عجیبه ها. میگن یه معلمی سر کلاس به بچه ها گفتش که لطفا عجایب هفتگانه رو هر کی میتونه بنویسه. یه مسابقه گذاشت، هر کس یه چیزی نوشت دیگه. مثلا این نفر اول برگر گرفتید، از این عجایب هفتگانه سه تاشو نوشت، یکی چهار تاشو نوشته. مثلا نوشته اهرام ثلاثه مصر، نوشته دیوار چین. خب بعد یکی از این دانش آموزان برگشت سپید داد. معلم گفت آقا اینا بالاخره بگه یکیشو مینوشتی. گفت آقای معلم من خیلی فکر کردم، دیدم انقدر عجایب تو این عالم هست. عجایب هفتگانه یعنی چی؟ ها؟ تمام معجزات طبیعتی است که ما به او عادت نکردیم، و تمام طبیعت معجزه است که ما به او عادت کردیم. همین که الان من دارم اینجا حرف میزنم یک معجزه است، معجزه است. منتها چون شما این دائما تکرار شده نمیدونید که معجزه است. بله، همین تکلم ما، همین شما توجه فهم این زبان و این فضا و چقدر لهجه ها و چقدر چینی، ژاپنی، انگلیسی و نم لبنانی هم اینا، این هم این معجزه است. بنابراین تمام معجزات طبیعت، برای سری علل و عوامل. منتها چون ما امکان وقوعی برامون نداشته، توجه فرمودید یا نه؟ ها، مثل این که عرض میکنم که یک مرتبه ها، یک مرتبه شما برگردید به 200 سال قبل، الان برگردم 200 سال قبل. یه مرتبه توی یه روستایی کلبلی بیاد به صغرا خانم نشون بده نگاه کن این چیه دست من، احمد تو مشهد عکسشو داره اینجا میبینیم داره با من حرف میزنه. این یهو اتفاق بیفته، نه مثل الان که همه دستشون نگاه میکنن، یهو اتفاق بیفته. اون چی میگه؟ میگه این چه معجزه است. بنابراین تمام معجزات طبیعتی است که ما به او عادت کردیم، و تمام طبیعت معجزه است که از که ما معجزاتی است که ما به او عادت کردیم، و تمام معجزات طبیعتی است که ما به اونها عادت نکردیم. حضرت عیسی میگه که انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنت. خدا منو مبدا برکت قرار داده هر جا که باشم، و اوصانی به صلات، خدا به من دعوت کرده که من صلات خودم، نماز خودم، نیایش و مدیتیشن خودم رو داشته باشم، و زکات به مردم برسم. ما دمت حیا، تا زمانی که من زندم، و برن به والدتی، و من به مادر خودم، و برن به والدتی، به مادر خودم نیکی کنم. نمیگه به مادرم و پدرم، پس پدر نداره دیگه. نمیتونیم بگیم که اون شخص با این بوده، یک نجار بوده که با از نه نه. و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا، من آدم جباری نیستم، من کسی رو اذیت نمی کنم. این مبدا برکت است. آخرین آیه که می خونن، جمله که میگن اینه، و سلام علیه، سلام بر من، یوم ولدتو، زمانی که من متولد شدم، و یوم اموتو، زمانی که من می میرم، و یوم ابعث و حیا، زمانی که مبعوث میشه. یعنی سه جا آدم متولد میشه، یکی تولد در دنیا، یکی تولد در برزخ، یکی تولد در معاد. در هر دوتا میگه من با سلامت اومدم، سلام علی یوم ولدت. خوبه که آدم با سلامت بیاد به دنیا. با سلامت یعنی چی؟ یعنی مثلا با سر نیاد، قابله با سر نگیره، با پا بگیره بکش؟ نه نه، معناش این نیست. یا مثلا شیش انگشتی به دنیا بیاد، یا مثلا عرض میکنم که پاش فلج باشه. نه، این سلامت، سلامت دیگه یه. یعنی مبادی ورود من به این عالم مبادی پاکی بوده، ناسالم نبوده، من از اون طریق مبادی درست وارد این عالم شدم. خب و سلام علی یوم ولدت و یوم اموت. وقتی که من میمیرم، هم وقتی وارد عالم برزخ میشم، با سلامت وارد میشم. سلامت غیر از رفاه و آسایشها، ممکنه یه نفر در دنیا خیلی زجر بکشه، مثل حضرت عیسی، مگه زجر نکشید؟ ولی کجای سلامت بود این؟ آهان، این سلامت معنای دیگه ای دارد. یعنی با اون سلامت من وارد عالم برزخ بشم، ولو اینی که بنده اینجا 10 سال سرطان من طول بکشه، یا
15 سال سرطان من دور، بازم میگم و سلام علیه یوم ولدت و یوم اموت، و اشکال نداره من با سلامت رفتم. اینا که سلامتی نیست، سلامتی حقیقی من دارم میرم. و یوم ابعث حیا، اونجایی هم که وارد میشم با سلامت وارد بشم. این سه تا، این خیلی مهمه که در دعا هم ما میگیم خدایا وقتی ما رو داخل میکنی، رب ادخلنی مدخلا صدقا و اخرجنی مخرجا صدقا، درسته؟ و اون جایگاه خروج ما هم و اون جایی که خارج میشی هم همراه با صدق باشد. خیلی ممنونم از دعوتی که